دولت آنکارا با ارسال سامانه های موشکی و سلاح های سنگین توپخانه خود را در خط مرزی با سوریه تقویت کرد. روسیه به ترکیه و ناتو هشدار داده از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز علیه سوریه خودداری کند. پس از تنش میان ترکیه و سوریه و در حالی که دولت آنکارا به اعزام نیروهای خود به مرز ترکیه با سوریه ادامه میده، شورای عالی امنیت ملی ترکیه هم با برگزاری نشستی 5 ساعته اعلام کرد سرنگونی جنگندش توسط ارتش سوریه بی پاسخ نخواهد بود. ترکیه از حقوق خود به طور کامل دفاع خواهد کرد و تمامی گروه‌های ترکیه بر دادن پاسخی قاطع به سوریه تاکید دارند. در همین رابطه در تازه‌ترین نقل و انتقالات نظامی، ترکیه چند سامانه موشکی و کامیون‌های نظامی را به استان‌های هممرز با سوریه اعزام کرده و بنابر اعلام منابع داخلی حجم نیروها و نوع تجهیزاتی که به مناطق مرزی این کشور اعزام شده نشان دهنده اینه که ترکیه قصد داره گذرگاه امنی رو که همواره از اون سخن میگه به منظور فعالیت راحتتر مخالفان سوری ایجاد کنه. اما یازیک که شو زمانلرده ایکی اولکه متاسفانه شرایط حاکم میان دو کشور خوب پیش نرفته و ما مخالف این رویه هستیم. نباید اجازه دهیم اهداف امپریالیسم و صهیونیست‌ها بر روابط ترکیه و سوریه غلبه کنه. در پی سرنگونی جنگنده ترکیه در آب‌های منطقه‌ای سوریه، روابط آنکارا و دمشق وخیم‌تر شده و همکنون در مرز این دو کشور شرایط شکننده‌ای حاکمه. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محل برگزاری نشست شورای امنیت ملی ترکیه.